منم شرایط زندگی با من یه جوری تا میکنه که مجبورم خونم عوض کنم. اینقدر کلوفتی الهی من قربونتون برسم. شما هم نشستید من رونتور اتاقم میگیرم ببینید دیگه به درد نمیخوره این دنیا. دونم که اینا برای یک کردن توی پانی The girls and the boys واقعیتیه که خواستم نشونتون بدم. شما اتاق تمیز منو دیدید ولی اوضاع قبل از اینکه شروع کنم آماده اید که اتاق خوشگلم رو نشونتون بدم. پس برو بریم. پس برو بریم. از کجا شروع کنم؟ البته که آخر ویدیو کل خونم بهتون نشون میدم و اینکه احتمالاً این آخرین روزایی که توی این خونم. من دوباره احساس کشی دارم. همین که خب دوست دارم، میذارم آدم طلب و طلبی هم و هی دوست دارم هر سال خونم عوض کنم. همین که شرایط زندگی با من یه جوری تا میکنه که مجبورم خونم رو عوض کنم. حالا اینا رو بخیال، خونه بعدی رو بگو. خیلی قراره خفن بشه. اون خونه رو واقعا دیگه خیلی قراره خفن تره همه انتخاب کنم و حتی بچینمش. بریم. الهی من قربونتون بسم. شما هم نشستید من رونتور اتاقم رو میگیرم ببینید ویدیوشو میگیرم. شما میخواید نگاه کنین؟ چون بعد شما کنین دقیقاً جلوی در اتاق نشستن. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. بچه‌ها یه صحنه کلی اگه بخوام بهتون نشون بدم، من یه نفری باید این ولوگو واسهتون بگیرم چون کسی نیست، یا باید پشت دوربین باشم یا اینکه دوربینم کار بذارم، دقیق نمیتونم بهتون بگم. پس من یه توضیحات کلی رو خودم میدم بعد کامل اینجا رو واسه تون ویدیوشو میگیرم. جدا از این که خیلی لباس دارم و واقعا الان 90% اون لباسایی که واقعا استفاده میکنم و نگه داشتم، بقیه رو همه رو بخشیدم، یعنی هر دو ماه یه بار این کار رو میکنم. یه 10% هم هست که واقعا دارم نمیاد، زیاد نمیپوشمشون، ولی خب واقعا نمیدونم باید چیکارش کنم. بریم که ببینیم. خیلی ترتیب خاصی نداره. من خیلی سعی کردم یه ترتیب واسهشون بذارم ولی خب نمیشد. اصلا نمیشه. مثلا من سعی کردم اینجا کتا و لباسایی که جلوشون زیپ یا دکمه داره و جلوشون بازه باشه. که واقعا همین کارو کردم و یه قانون دیگه هم بود که بعد لباسایی که زیاد کلفت نیست. خداوند ان شاء الله همه ما رو آدم کنه. این برام اینجا رو بسید نشونتون بدم. باشه اینجا رو میبینید این بالا. خب این چون خیلی بالاه به وسیله این میاد پایین. او مای گاد واو. اینجا هم یه سری لباس های مجلسی تور و حالا پیرن و فلان و اینا همین دیگه. در این قسمت هم که یه رگال دیگه است، باز یه سری لباس های دیگه. واقعا ببینید هیچ کارشون نمیتونم بکنم اینا رو. لباس خواب توی این قسمت هست، چه میدونم تیشرت هست. این بافته واقعیتش باید اون برمی بود ولی این بافتهشون خیلی پرپکی و خیلی کوچولو موچولو بود، اون بر گم میشد لابلای اونا. تیشرت رو نمیدونم این و فلان و همه بذاری دورونه برگردونم. خب بچه ها این نمای کلیه. این بره این هم شده چه گفت این نمای کلیه. این بره که اون بره سری عروسک مروسک های قدیمی نگرشون داشتم. اون بالا دوتا چکمه و اینجور چیز هست. این هم که نشونتون دادم. آها اینجا هم تقریبا کابشن ها و ایناست که دو سه تاشون هم کابشن های پوری هست.
که گذاشتیم اینجا و اینم اون دمپای گوگولیا که میدونم بچه ها میدونم که اینا برای یک کردن توی پا نیست. ولی خب من اینو واسه ویدیو گرفتم که بپوشم، هنوزم وقت نکردم ویدیوشو بگیرم ولی میگیرم دیگه. میرسیم به این بخش، این بخش کیفاست، کیفای مشکی، هر چیزی که مشکی داشتم و حالا استفاده میکنم اینجاست دیگه. جونم براتون بگه که این قسمت ما سه تا کشو داریم. اینجا کشوی لباسای خونگیمه، سه تا لباس خوابای سه تا مون نمیدونم لباس راحتی خونگیم، این همون یکی همیشه سرما میخورم میپوشم. و در کشوی پایینیشم دوباره یه سری تیشرت ها و اینجور لباس مباس ها. و اینجا اینجا چیز خاصی نیست، اینجا این تو توی این کلاگیفامه، این هم ایچی و مدارک همه و اینا یه سری مدارک اون جبه وای فای، دوباره چیز خاصی نبود. میام سراغ این ور که اینجا کراپ تاپ ها و تاپ ها و ایناه تو اینه اینا توی اینا که امروز فهمیدم که خیلی یارشو واقعا نمی پوشم اینا رو و اونا رو گذاشتم که بدم بیرون، چون خیلی کراپ تاپ داشتم و مثلا از یه دونه صورتی دو تا داشتم، از یه مدل تاپ مثلا دو تاشون صورتی هم رنگ بودن، فقط مثلا یه دونهشون روش یه دونه نقطه داشت و اون یکی نداشت. اینا هم یه سری تاپ دیگه است که اینا تازه گرفته منو نپوشیدم، این خیلی خوشگله. کشوی بعدیه که لباس های ورزشی و ایناست، نه دست کشامه کلن چیزایی که برای باشگاه و حالا این اینا. کشوی بعدی این کشام اینو معما حل کردم، اینا رو چه اینجوری گذاشت این سخت خدای چیدمان. میریم سراغ قسمت بعدی که اینجاست، اینجا الان نشونتون میدم اینجا رو این بچه ها یه سری عینک و ساعت هم و ایناست. من عینک خیلی دارم چون آن شب ها دیدید که واسم چقدر میفرستن، اونایی که دوستشون دارم و نگه میدارم بقیه رو رد میکنم. بچه این قسمت اینجا از اینجا تا پایین جنبت لوق لوقه اینا گیفت های تبلیغات همه، محصولاتی که آنها شبا بسانم میفرستن و اینجا نگه میدارم تا مثلا تبلیغاشون رو بگیرم، حالا تا ببینم کدوم ها رو میخوام کدوم ها رو نمیخوام و اینا همه اینجا نگه میدارم تا قبل از اینکه تبلیغاشون رو بگیرم که با لباسای خودم قاطی نشه روز گرفتن تبلیغ با مگورشون کنم پیداشون نتونم بکنم. اون بالا هم الان نشونتون میرم بایستید. این بالا هم قسمت صورتی این خونه است، دوباره یه سریاش یادگاریه، یه سریاش هم خودم خیلی دوست دارم. این توفنگه اینجا چی؟ این اینجا چی میگه؟ اینم اون یکی قسمت این اتاقه اون سمتش که اون بالا دوباره یه سری کانورس و ایناست، اونم اونجا اووینه ها، وش افتاده ویش افتاده، اونم بابا نوئله. حالا میگم بخوام بهتون توضیح بدم، این بر بافتاست، این بر درس و هودیاست، دوباره اینجا پالتوها و دوباره کاپشن و اینجور چیزاست. این یکی هم که یه سری سته دیگه، اونایی که حالا بلوز شلوار ستن و نمیدونم یه چیز ستی دارن و از اینجور داستانا. اینجا یه سری کیفای سفید و کرمه همینجوری گذاشتم اینجا، و اینجا هم که یه سری کیفای صورتی طوره تو توناژ صورتی همشون دیگه. اینا رو هم گذاشتم اینجا. این سفالگریه رو من 3 سال پیش گرفته بودم که ویدیو بگیرم باهاش، بعد اومدم باز کردم دیدم از این باتریایی که انقدر کلوفتی شده. مش بزنیم تو دهن آمریکا. مش. اینجا یه سری شلوار مشکی و اینجوریه. اینجا یه سری شلوار دیگه است. من خداشو اینجاها رو خالی کردم. و این پایینم دوباره یه سری شلوار دیگه است. در این قسمت هم دوباره کشو داریم که اینجا شلوارای جینو گذاشتم،
اینجا شلوارک های راحتیم و اینا هم دامنه تا حدودی اینا رو گذاشتم. اینجا هم شلوارک. اینجا هم که سه تا کفشه که حالا زیاد استفادهشون میکنم. قسمت عمده شلوارام، آهان کفش افتاد. قسمت عمده شلوارام اینجاست. اینا رو خب بیشتر مصرف میکنم. بریم سراغ این قسمت که اینجا این کیفه رو داریم، خیلی دوستش دارم. اینجا بچه یه سری کلاهه. اوه بچه اینو ببینید، خیلی ترسناکه. اینجا یه سری کلاهه بچه. جدا از اینا من این بالا هم کلی کلا دارم دیگه، اینقدر کلا داشتم اونا رو گذاشتم همونجا بمونه چون جا نمیشد. میرسیم به بخش جذاب و دوست داشتنی من. از این بادی اسپلش رو شروع میکنیم. همونطور که قدیم با من بودید، من خیلی عاشق بادی اسپلشم و تعداد انبوهی دارم بادی اسپلش و لوسیون و فلان و از اینجور چیزا. انبوه. اینم قسمت اکسسوریامه که اینو دیدین چند روز پیش معرفیشو گذاشته بودم تو پیجم. این جعبهشو خیلی دوست دارم، جا اکسسوری. اینجا که گوشواره است، اینجا هم حالا یه سری انگشتر و اینا هست. منم گردنبند، گوشواره، اینا هم گوشواره است. اینجا هم دوباره گردنبند. دیگه جونم واسه تون بگه که در کشوی اول خیلی به هم ریخته است. اینجا هر خرت و پرتی که خرت و پرت حساب میاد اینجاست. کشوی بعدی یا قبل فصل مرتبه. آخ ببخشید این تو کشوی بالایی بود جاش. این کشوی بعدیه که کلاهای بافته. کلاهای بافتم دیگه اونور جا نشد، اینور گذاشتمشون. اینجا هم یه سری وسیله است. این تو گوشواره است. این تو هم ای بابا بچه این تو هم یه چیزی هست باز نمیشه. این تو چیه؟ این تو هم یه ست خوشگلمه. این اینجا چیکار میکنه؟ نمیدونم چرا اینجاست. این هم گوشواره است. بله به این ترتیب. بریم سراغ کشوی بعد. خب بچه ببخشید پوریا زنگ زد. این هم کشوی آخر که مشاهده میکنید که این ور کمربنده و این ور قابا. الان من سعی کردم قابای الان دو تا گوشی دارم دیگه، اینش 12 میدونم این جدیده. قابای 12 رو نگه داشتم. قاب 14 که چیزی ندارم، یه سر قاب 15 که چیزی ندارم، یه سر قابای 14 رو نگه داشتم چون تقریبا به هم میخوره بعضیاشون. اینا هم که برای ایرپاد و اپل واچ و اینا. میخواستم کل خونه رو نشون بدم ولی یکم اوزاش یکم ها. یه روز دیگه اونا ویدیوشو میگیرم و کل خونه رو نشون میدم تا قبل از اینکه از این خونه برم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید. مرسی که این ویدیو رو دیدید و مرسی از حمایتاتون. عاشق یک یکتونم.